موشک شکست ناپذیر ایرانی به نظر میرسه با ورود سامانه دفاع موشک فتح 360 به ارتش. حملات دقیق و نقطه زنی در برد کوتاه به ویژه انهدام سیستم های ضد موشک دشمن در دستور کار قرار گرفته. سامانه ای که قبلا هم نیروهای زمینی و دریایی سپاه به اون مجهز بودند الان در اختیار ارتش قرار گرفته. دانش بنیان شدن صنایع دفاعی ایران و همینطور اتکا به قوای داخلی باعث شده که توانمندی موشک ایران تو 3 دهه گذشته به شدت ارتقا پیدا کنه. سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به کانال ایران میلیتری، یکی از بزرگترین کانال های نظامی یوتیوب فارسی. ممنون میشم با لایک کردن و نظر گذاشتن از کانال ما حمایت کنید. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی این ویدیو رو تا آخر ببین و اگه از سبک ویدیوهای ما خوشت اومد دکمه سابو بزن. بی‌معطلی بریم به ادامه ویدیو. تو آخرین نمونه سامانه دفاع موشک فتح 360 قبل از رونمایی در مراسم امسال، یعنی روز ارتش، با 6 پرتابگر در اختیار نیروهای دریایی و زمینی ایران قرار گرفته بود. بر حسب نیاز ارتش ایران هم از طرف سازمان صنایع هوافضا در اختیار این نیرو هم قرار گرفت. اما این سامانه چطور کار میکنه؟ به طور کلی دفاع موشکی به سیستم یا جنگ افزار یا فناوری گفته میشه که برای تشخیص، ردیابی، جلوگیری یا از بین بردن حمله موشکی به کار میره. هر سامانه دفاع ضد موشکی مثل فتح 360 باید حداقل 3 موضوع رو تحت کنترل خودش داشته باشه تا بتونه وظایفی رو که به اون محول شده درست انجام بده. اول اینکه باید موشک‌های مهاجم رو شناسایی بکنه و اونا رو تحت نظر بگیره و همینطور باید بتونه با کمک اطلاعات جمع‌آوری شده از رصد و دنبال کردن موشک‌های مهاجم مسیر بعدی اونا رو پیش بینی کنه. برای این کارم یه سیستم راداری اول باید موشک‌های مهاجم رو شناسایی کنه و اطلاعات مسیری که این موشک‌ها طی می‌کنن رو به اتاق فرماندهی کنترل ارسال کنه. در اونجا مشخص میشه که این موشک های مهاجم تو چه وضعیتی، از کجا و یا با چه سرعتی در حرکتن و در مسیری که طی میکنن و سرعتی که حرکت میکنن تو چه زمانی در کجا فرود میان. وقتی همه این مراحل طی شدن، وقت اونه که تا سیستم سامانه دفاعی دست به تصمیم گیری بزنه و یا اصطلاحا دست روی ماشه قرار بگیره. تو کسری از زمان اپراتوری که مسئولیت شلیک موشک تو سامانه دفاعی مثل فتح 360 رو داره باید تصمیم گیره که با ادامه مسیر موشک های مهاجم این موشک ها به منطقه مسکونی، پر جمعیت و یا راهبردی مثل فرودگاه، مدارس یا تأسیسات هسته‌ای برخورد میکنن یا اینکه تو جای بی خطر فرود میان. و اگه متوجه بشن تو جای بدون خطر فرود میاد، در این صورت مقابله با اونا به خاطر صرفه جویی تو مهمات موشکی صورت نمیگیره. اما اگه تشخیص سامانه دفاعی مبنی بر درگیری باشه، بلافاصله اطلاعات این مرکز به یکی از پایانه های پرتاب موشک اندازه فتح 360 منتقل میشه تا بشه موشکی که در اصطلاح به ضد موشک معروفه رو در مسیر دقیق موشک های مهاجم شلیک کرد. این فعل و انفعالات صورت گرفته برای یه هدف متحرک دو آسمون و تمام این مراحل سگانه باید تو بازه زمانی اندکی رخ بده. چیزی که جالبه، سامانه موشک فتما پرتابگرهای ریلی و استوانه‌ایه. اولین بار موشکی با شباهت بسیار زیاد به موشک فاتح 110 اما اندازه کوچکتر مرداد 99 تو 14 رزمایش پیامبر اعظم مشاهده شد. اسفند همون سال این سامانه از این موشک داخل پرتابگر استوانه یا کنیسته که به تعداد 2 عدد روی حامل کامیونی نصب شده بود به نیروی دریایی سپاه تحویل داده شد. بعد تحویل سامانه فتح به نیروی دریایی سپاه، نوبت به نیروی زمینی سپاه رسید و 3 نوع پرتابگر 6 استوانه یا پرتابگر ریلی 2 فروند و 4 فروندی به این نیرو اضافه شد. پرتابگرهای استوانه سامانه فتح 360 به خاطر جای دادن موشک در درون خودشون، موشکهای فتح را از هر گونه صدمات محیطی حفظ میکنند. به علاوه پنهان شدن در مکانهایی که کمترین پشتیبانی دفاعی رو داره از مزایای دیگه این نوع پرتابگر به حساب میاد که در نتیجه اونا رو برای آماده ترین سطح برای پاسخ فوری موشکی مجزا میکنه. اما پرتابگرهای ریلی که موشکهای فتح بدون پوشش خاصی در اون جای گرفته بود برای ذخیره تو شهرهای زیرزمینی یا انبارا مناسبه تا اگه نبرد موشکی ادامه دار شد از اونا استفاده بشه. اما موشک های سری فتح قبلا با نام تجاری BM120 معرفی شده بودند و در حال حاضر در نوعی دیگه شامل پرتابگرهای مکعبی هم تولید میشن.
مکعبی کردن پرتابگر سامانه رو کوچیکتر، سبکتر میکنه و نصب موشک و حمل و نقل سامانه فتح رو راحتتر میکنه. اما مشخصات فنی این موشک جالب، جدای از بررسی پرتابگرهای این سامانه موشک زمین به زمین، بررسی خود موشک های جا گرفته تو این سامانه هم خالی از لطف نیست. موشک زمین به زمین به موشکی گفته میشه که برای هدف قرار دادن اهدافی که روی زمین یا دریا قرار گرفتن استفاده میشه. موشک های زمین به زمین نسبت به انواع دیگه موشک ها قدمت بیشتری دارند و جزو اولین نسل موشک ها به شمار میرن. نیاز به نیروی انسانی کمتر ولی ماهرتر از دیگه مشخصهای موشک های زمین به زمینه. این نوع موشک ها به صورت های مختلفی مثل وسایل پرتاب دستی، پرتابگر الکترونیکی، ایستگاه های ثابت زمینی یا از درون کشتی ها پرتاب میشن. موشک فتح با وزن 790 کیلوگرم میتونه سر جنگ 150 کیلویی خودش رو تا برد 120 کیلومتری و با سرعت 4 ماخ حمل کنه. اما اگه نمیدونی بهتره بدونی که تو شرایط استاندارد 1 ماخ برابر با 1234 کیلومتر در ساعت یا 340 متر بر ثانیه که اون رو سرعت صوت مینامن. علاوه بر سرعت این موشک 4 برابر سرعت صوت، این موشک قطعا قابلیت نقطه زنی داره و از نوع هدایت پذیر تا انتهای مسیره، چرا که مجهز به بالک های کنترلی روی دماغ است. این موشک ها برای به دست آوردن نیرو و تعادل لازم از بالک ها و بال ها استفاده می کنند. همینطور موشک فتح به دلیل مقابله با سامانه های ضد موشک دیگه میتونه سر جنگ خودش رو جدا کنه. به نظر میرسه با ورود سامانه دفاع موشک فتح 360 به ارتش، حملات دقیق و نقطه زن تو برد کوتاه به ویژه انهدام سیستم های ضد موشک دشمن تو دستور کار قرار گرفته باشه. ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. اگه با ویدیو حال کردین این ویدیو رو لایک کن و اگه از کانال ما خوشتون اومد دکمه سابسکرایب رو بزن. همینطور ممنون میشم اگه نظراتتون رو درباره سطح کیفی این ویدیو و سطح محتوای اون برای من بذارید.